شناخت ما از دوربین های امنیتی خیلی زیاد است که دوربین مرا میبینه، به این باور داره که دوربین ثبت میکنه، اما باور ما نسبت به الله متعال کم هست که الله هم ثبت میکنه و هم چیزهایی را انتخاب کرده که باید ثبت بکنه. شناخت به دو قسم است، یک شناخت عامه مردم هست که در یک کافر و مسلمان داخل میشه. از کافرم اگر پرسان بکنی که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینها پرسان بکنی که آسمان ها و زمین را کی خلق کرده، میگن که الله. این شناخت هدف نیست، این شناخت را خود کافر هم میشناسه، او که به خدا ایمان هم نداره میشناسه که خالق آسمان و زمین الله هست. شناختی که هدف است و معرفتی که هدف ما و شما هست که باید الله را به مو قسم بشناسیم، او شناختی است که توأم با حیا باشه، توأم با عشق باشه، توأم با علاقه باشه، توأم با انس باشه، توأم با محبت باشه، توأم با حرکت باشه، توأم با انگیزه باشه، توأم با کارکرد باشه، توأم با برنامه بودن باشه. این شناخت هست، این شناخت رو به الله میرسانه، این شناخت رو قوی میسازه، این شناخت رو پر انرژی میسازه، نیرومند میسازه. هدف از شناخت الله امی شناخت است که الله را تو را بشناسیم که اگر جای برای ما $100 پیشنهاد شد با سقوط نکنه، جای بخاطر یک خیانت اگر با ما و تو پیشنهاد شد چیزی با سقوط نکنه. به این اندازه شناخت نسبت به الله متعال باید داشته باشه. الله متعال به خاطر شناختن خود خیلی چیزها روان کرده، دو کتاب روان کرده، یک کتاب خواندنی و یک کتاب دیدنی. کتاب خواندنی شنانی است که هر وقت تلاوت میکنه، همین قرآن کریم. خود رب تو خوب معرفی کرده داخلی قرآن کریم، خیلی زیبا معرفی کرده. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور. خب خدا معرفی کرده. هو السميع البصير ان الله خبير بما تعملون وهو القاهر فوق عباده وما تسقط من ورقه الا يعلمها وهو رب وربك على كل شيء حفيظ. خب معرفی کرده الله متعال. این کتاب را اگر کسی بخونه شناختش نسبت به الله متعال بیشتر میشه. به هر اندازه ای که شناخت داشته باشیم از الله متعال، به مو اندازه از الله میترسیم. به هر اندازه ای که از الله شناخت داشته باشیم، نسبت به الله شناخت داشته باشیم، به مو اندازه با الله متعال محبت میورزیم. به اندازه شناخت خود. ولی او کسی که الله را بیشتر میشناسه، او کمتر نافرمانی میکنه. او کسی کمتر الله را میشناسه، او بیشتر نافرمانی میکنه. شناخت با مشاهده ناممکن هست که ما الله را ببینیم، تواناییش نیست. ما توانایی از زیر ندارم که طرف برق که یا لایت که در چشم افتاده، من مدتی یک دقیقه پیوست میبینم. یک مخلوق هست، توانایی چشم نداره که او ذات بزرگ را ببینه، چون ضعیف هست، ظرفیتش نداره، اما قوت و قدرت و نیرومندی و انرژیش نداره که تو یک ذات بزرگ را ببینه. تو مخلوقش درست دیده نمیتونه. ای دیدت کوتاهی میکنه. و شناخت توسط بالمثل شدیدن هم ممکن است خود وجود نداره که مثل خدا وجود داشته باشه. ولی شناخت است توسط چی؟ که اسماء و صفات الله متعال را ما بدانیم، در موردش بفهمیم. توسط اسماء خود، توسط صفات خود که الله متعال در قرآن کریم و در احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیان کرد، توسط او ما میتونیم الله را درست بشناسیم. یکی از صفات الله، اسماء الله، حفیظ هست، حفظ کننده، حفاظت کننده. آیا زی ترس داره که زندگی در خطر هست؟ آیا زی ترس داره که میگن که موج دوم کرونا در حال آمدن هست؟ آیا زی ترس داره که یک بیماری تو رو فرا گرفته که صحتیاب نخواد شده؟ آیا زی ترس داره که الله متعال
به تو مال و جایداد و ثروت نصیب کرده او رو دوست نبره؟ آیا از این ترس داره که فرزندت در یک جای مسافر هست او محفوظ بمانه؟ آگاه باش. و هو و ربک علی کل شیء حفیظ. الله متعال همه چیزها رو حفاظت میکنه، همه چیزها رو نگهداری میکنه. اون لحظه غفلت نمیکنه از نگهداری تو. اگر لحظه توجه الله از تو دور شود سقوط میکنه. لحظه یک دقیقه و یک ثانیه هم نمیگم، از ثانیه هم کمتر. ما با یک ثانیه از او کمتر کمتر ما به الله نیاز داریم، سخت به الله نیاز داریم. او تو رو حفاظت میکنه. از مال ترس داره؟ نه ترس. در موجودیت خدا ترس بکار نیست که تو از چیز بترسی، از چیز حراس داشته باشی که چیز از ما گرفته نشود، یه چیز باید حفاظت شود. یک دزد در یک خانه داخل میشه بخاطر یزی که یک نیرنگ را بکار برده باشه، اول میره طفل پدر و مادرش آهسته از پهلویش میگره در یک اتاق دیگه میبره که اوجه سر و صدا کنه، این اتاق را اینها ترک بکنه، در اون اتاق بره و ما این اتاق را کارش تمام بکنه و چیزی که در داخل اتاق باشه ما باید بگیرم. الله حفاظت کننده هست، الله نگهبان هست. اینه که در اتاق دیگه میبره و طفلک سر صدا میکنه میگیره کی برده از اینجا؟ هر دویشون دواندوان دو تا اتاق میره، دوست داخل اتاق میشه. داخل اتاق که میشه سقف رو میریزه، چون خارج از اتاق باران هست و این نم کرده و بالاخره وضعیت اتاق خوب نیست. ای که دو اتاق میره پدر و مادر، این سقف رو میریزه و این دوست میجون مقبرهش میشه. و کدام ذات هست که طفل را توسط دشمن دو خانه انتقال میده؟ و کدام ذات هست که بخاطر گریه طفل تو رو در دیگه اتاق انتقال میده تا یک کسی که در تخریب تو هست، یک کسی که تو رو میخواهد که مالت رو بدزده، عرصه ایتان رو حفاظت میکنه، خودت حفاظت میکنه، داراییت حفاظت میکنه، ولی میخواهد که کسی که در تخریب تو هست ای باید دفن شود؟ حفاظت میکنه نه؟ یک طفل از منزل دو بیفته و سالم به در آید. خدا میتونه این کار را توسط اسم حفیظی الله. ما میدانیم که الله توانایی داره که موتور حفاظت میکنه. الله متعال شنوایی و بیناییت را حفظ میکنه، دینت را حفظ میکنه، تمام چیزهایت را حفظ میکنه. این همی شنوایییت را که در وقت گناه میشنویم و با یه چشمی که دادم میبینیم، همین توانایی را داره که در وقت دیدن گناه و در وقت شنیدن گناه همون لحظه ای را از ما بگیره ولی را حفاظت میکنه. قل ارائیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غیر الله یأتیکم به. اگر بگو به اینها، اگر الله متعال چشم شما را بگیره، گوش شما را بگیره، کی هست که پس به شما برگردانه؟ ولی حفاظتش میکنه. الله متعال دینت را حفاظت میکنه، الله متعال ایمانت را حفاظت میکنه، به شرط از اینکه پناه ببری به تو الله، به شرط اینکه فرامین الله را بالای خود تطبیق کنی، از تو حفاظت میکنه. ای حفیظ هست، ذات حفیظ هست که حفاظت میکنه، نه او معلوماتی که تو در ذهن خود داری، نه او حفظ قرآنی که تو در درونت حفظ کردی قرآن را، نه او معلومات انبوهی که در درونت داره که تو را حفاظت بکنه، اون نیست. عبدالله قمیسی یک عالم هست، یک دانشمند هست. اسلام آنقدر در درون جای گرفت که یک کتاب نوشت به نام نبرد اسلام با بت پرستی. بعد از یک دفعه پایش لغزید، شبهات بالایش غلبه کرد، دین را دوباره ترک کرد، کتاب نوشت به نام دین زنجیرها یعنی اسلام. که حفاظت میکنه دینت را؟ الله. از امو خاطر است که رسول گرامی اسلام است. از امو خاطر است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم گاهی اوقات دعا میکرد که اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایو گرداننده قلبها قلب مرا بر دینت استوار بدار. واقعا سخت است ایمان به جای خود باقی بماند، خیلی سخت است. ولی متاسفانه که ما خدا را فراموش میکنیم. همه جاها حرف از وسایل هست. در موتر که سوار میشیم اول سیستم کنترل لغزش موتر را چک میکنیم که کدام جای لغزش نکنه.
اربک موتر جور هست یا خیر؟ بریک موتر آیم بریک موتر محکم هست یا خیر؟ از وسایل استفاده کردن نامشروع نیست. استفاده کن، ما دستور داده شدیم به یکی از وسایل استفاده بکنم. اسلام به ما تو میگه. اما امروز همه انگیزه، همه فکر به طرف وسایل هست. ای اگه نباشه نمیشه. یک دفعه متوجه الله شده که او حفاظت میکنه. چرا ایمان و باور ما به این نمیرسه که الله متعال حفاظت میکنه ما تو را؟ روش حفاظت پروردگار فرق داره. ما تو اصلا نمیفهمیم ولی الله حفاظت میکنه. یک را میبینی با سرعت دویدن حفاظت میکنه، مانند چی؟ آهو و خرگوش. ای تو میده و ای تو سرعت داره که دشمن تعقیبش کرده نمیتونه. حفاظت الله هست. یکی را توسط شاخهای قویش حفاظت میکنه، مانند گاومیش که حفاظت میکنه که اگر دشمن آمد با شاخ خود شکمش فرو ببره. یکی را توسط جثه های بزرگشان حفاظت میکنه، مانند خرس و فیل. دشمن در مقابلش مقاومت کرده نمیتونه، باید حفاظت شود. یکی را توسط زهر حفاظت میکنه، مانند مار و عقرب، گژدم. اگر دشمنی به این نزدیک شود، خودش پیش از اینکه دشمن نزدیک شود باید ضربه بزنه که مرا اذیت نکنه. و یک تعداد دیگه مخلوقات را توسط پرواز کردن، پر زدن، بال و پرشان حفاظتشان میکنه. طور که حفاظت میکنه مستقیم الله میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله متعال دفاع میکنه از او کسایی که ایمان آوردن. آیت قرآن هست. دیج خود نام الله ذکر میشه، ان الله یدافع عن الذين امنوا. تو ایمان به خدا داری، الله تو حفاظت میکنه، دفاع میکنه. و برخی از مردم را توسط ذکر و استغفار و تلاوت و دعا و صدقه ایشون حفاظت میکنه. عایز قرنی یکی از دعوتگرای معاصر جهان اسلام هست، حال هم زنده هست. عایز قرنی یک کتابم داره به نام لا تحزن غم مخور، بهترین کتاب هست، گاهی وقت مطالعه بکنه. و فیلیپین به خاطر یک مسئله دعوتی رفته بود، یک کسی دشمن حرفه‌ای نزدیک شد، از نزدیک 6 مرمی به سینه‌اش شلیک کرد، 6 مرمی از 1 متری. هنوزم میگرده او داره، هنوزم دعوتش جریان داره. ولی رئیس جمهوری آمریکا آفگندی در داخل موتر زری خود در بین بادگاردهای خود توسط 1 مرمی از بین میره. یکی با ذکر و استغفار خود را حفاظت میکنه، یکی با بادگارد خود را حفاظت میکنه. او حفاظت با حفاظت فرق داره. خدا که بخواه باز میشه. برادرای تبلیغی ما میگن و یه بهترین سخن هست، چیزی که خدا بخواه همون میشه، نهایت همون میشه که خدا بخواه. اگر تمام مردم دنیا پشت تو، پشت زر رساندن به تو همدست شده باشن، حدیث رسول الله هست، و خدا نخواسته باشه نمیشه. حدیث در یاسلحین حتما بعضی کسا خوان ندیره. و اگر تمام مردم دنیا، انس و جنشان، اول و آخرشان جمع شد و کتاب به تو یک نفعی نرسه و خدا خواسته باشه که به تو یک نفع و فایده برسه که خدا خواسته باشه و مردم منع بکنه، امکان نداره میرسه. روش دفاع خدا، روش حفاظت خدا خیلی جالب هست. گاه اوقات در خانه دشمن تو رو حفاظت میکنه، مانند موسی در خانه فرعون. در خانه فرعون بزرگ میشه، در خانه فرعون نشونمو میکنه ولی محفوظ هست. در حالی که دمو زمان خیلی بچه ها را قتل کرد که کسی دشمنی من نبرایه، ولی موسی در خانه خودش بزرگ میشه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در داخل سوراخ غار ثور حفاظت میشه. ابوبکر یک کمی متزلزل میشه، یا رسول الله اگر دشمن پایین را ببینه ما را میبینه، اگر زیر پای خود را ببینه ما را میبینه. گفت ما ظنوا بثنین الله ثالثهما، گمانت در مورد او دو شخص چی است که سوم ذات الله باشد، سوم کس الله باشد؟ چی است؟ محفوظ میمونه، محفوظ مونده. اصحاب کف در داخل غار که حفاظت میشن از شر دشمن، کس به غار نزدیک میشه یک نوحشت و روب و ترس در دلشون ایجاد میشه، پس از غار حرکت میکنه. 300 سال، 309 سال کم و بیش وجه حفاظت میشه. یه الله موتو هست، یه خدای موتو هست، خالق موتو هست، تو رو هم حفاظت میکنه. خدا فرق نکرده، خدا هم خدا هست.
به شرط که ما مو بنده ها باشه، به شرط که عقیده و باور مو باور باشه یا نزدیک به مو باور باشه. لااقل توسط صفات الله ما میتونیم الله را بشناسیم که الله کی بوده، کی هست. بعضی کسا از درد مینالن، دردها دامانشان را گرفته، از رفتن پیش دکترها خسته شدن، از اینکه شماره های بیمارستان ها را یا شفاخانه ها را نزد خود ثبت بکنن، از دکترها را ثبت بکنن خسته شدن، از اینکه هر روز در صفوف کلینیک ها منتظر باشن، در انتظار خانه ها خسته شدن. نه خیر، اگر مریض هستی الله متعال می خواهد که غرورت را بشکنه، الله متعال صبرت را می آزمایه، الله متعال خودت را متواضع می سازه. او شفا دهنده است و اذا مرضت فهو یشفین. توسط نام شفا دهنده الله و صفت شفا دهنده الله، شافی الله، الله را بشناسه. بین از مرضا یک دفعه پرسان بکنیم از مرضای بی علاج که تو رو که علاج کرد چی خواد گفت؟ الله. از انسانهای سالم پرسان بکنیم که چیگونه در دامان مرگ افتادی، چی خواد گفت؟ الله مرا انداخت. از یک انسان نابینا پرسان بکنیم که در میان بازار شلوغ و بیروبار یک قدم های تو که ره نمایی میکنه، میگه الله. از یک انسان بینای پرسان بکنیم که چگونه در شاه افتاده، کی انداختت؟ الله. از جنین پرسان بکنیم اگر توانایی حرف زدن داشته باشه که در داخل شکم مادر، در رحم مادر چگونه حفاظت کرد، کی رسم رسان به تو؟ میگه الله. از نوزاد پرسان بکنیم که وقت تولد شده گریه کردن را کی به تو آموخت؟ الله. از نوزاد پرسان بکنیم که مکیدن سینه مادر را به خاطر کشیدن شیر کی به تو آموخت؟ میگه الله. از مار پرسان بکنیم که در درون تو که زهر را قرار داد، میگه الله. با تمام این زهر تو چه قسم زندگی میکنی؟ کی زندگی میبخشه؟ الله. از زنبور عسل پرسان بکنیم که عسل شیرین از تو که میچکه و به دست میه، این شیرینی را کی در درون تو به جا گذاشته؟ شاید بگوی الله. از زندگی که از شکم مرده تولد میشه پرسانش بکنیم که تو رو که زنده به وجود آورد، شاید بگوی الله. از یک میوه تلخ در درون میوه های شیرین پرسان بکنیم که تو را که تلخ کرد در بین قدر میوه های شیرین، شاید بگوی الله. به شیر از شیر پرسان بکنیم که ای شیر اگر سخن میگفت که از بین نجاست و خون چگونه شفاف و صاف بیرون آمده، کی تو را بیرون آورد؟ من بین فرث و دم لبنن خالصا سائغا للشاربین، الله. از زمین زمان پرسان بکنیم که شما را کی به وجود آورده، میگه الله. آب اگر نمی بود ما و تو اینجا نبودیم، آب اگر نمی بود آمریکا و افغانستان و آسیا و سیاه و سفید و بوش و اوباما و پوتین و ما و تو و عرب و عجم و زن و مرد نمی بود که آب نمی بود. و انزلنا من الماء كل شيء حي. توسط آب ما زنده کردیم مردم را، توسط اسما و صفات الله متعال ما الله را شناخته میتونیم، به شرط از این که بیت الله ما پابند باشیم، پشت الله باشیم. از گناهت به تنگ آمده به تنگ نیا، سخت بخشنده است. از گناهت شاید به سطوح آمده باشی، از این که از عبادت لذت نبری شاید دلتنگ شده باشی، ولی عمر فاروق دشمنی با اسلام میکنه، ما در کنار رسول الله قرار میگه، توبهش پذیرفته میشه، از جمله از او کسایی که در صف اول اسلام قرار داده او جای قرار میگه، بخشیده میشه. یک روز یک مادری در جستجوی طفل خود بود، طفل خود را مفقود شده بود. وقتی که طفل خود را مییابه، دوان دوان پشتش هست، ایره در آغوش خود میگیره. رسول الله با اصحاب صحنه را میبینن، رسول الله میگه الله اشد فرحا
بتوبة عبده من هذه بولدها. الله مطال در توبه یک بنده از این حالتی که شما این مادر و پسر رو میبینید از این حالت که خوشحالتر میشه، از این حالت که خوشحال میشه. این امو الله هست که ما شناختش نسبت به الله، شناخت ما نسبت به الله کم هست. نزدیک کسی الله مطال در کنارت قرار داره، احساس تنهایی نکن. او روز در یک درس یادآوری کردیم، بعضی کسا میگه من جز خدا کسی رو ندارم. خیلی چی رو داشته باشی؟ کی رو داشته باشی دیگه؟ دیگه چی سرمایه میخوای که جز خدا تو کسی رو نداری؟ دیگه چی میخوای؟ مگر مزی که بزرگ سرمایه؟ که تو خودت میگه که من با جز الله کسی رو ندارم. اگر قطب نمای توجه ما به سوی الله متعال شوه، دیگه باز ما ناراحت نمیباشم، باز دل ما مشغول نمیباشم، باز ما غمگین نمیباشم، باز در بطن تنهایی و در شکم تنهایی ما احساس قوت و قدرت میکنه. به شرط از اینکه احساس بکنی که الله متعال از رگ گردن کرده، شرق گردن کرده به تو نزدیکتر هست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. تشویش نداشته باش، ای الله با تو خیلی نزدیک هست. این همی لحظه او شما را میبینه. شما به چی خاطر جمع شده؟ نه ما به چی خاطر صحبت میکنم؟ خیلی سپاسگزاری الله باشیم. یک روز رسول الله در دل شب از خانه خارج میشه، نزد عبید بن کعب میره، دروازه عبید بن کعب دقل باب میکنه. عبید بن کعب میگه یا رسول الله خیرت باشه. گفت الله مرا دستور داده که سر عبید بن کعب سوره فاتحه را تلاوت کنه. گفت نام مرا گرفته؟ گفت نام تو را گرفته. ای تمامش اضافه فراموش میشه، میگه نام مرا گرفت و می اندازه الله نزدیکت هست، از فرد فردت خبر داره و سقوط یک برگ خبر داره، از سقوط دل تو هم خبر داره، از سقوط اقتصاد تو هم خبر داره، از مرضی تو هم خبر داره، از درد تو هم خبر داره. احساس تنهایی نکن، خیلی بزرگ هستی، خیلی قوت و توانایی و قدرت داری. حتی آیه نازل میکنه بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، الله میگه اذا سألك عبادی عنی، اگر کدام بنده ما یا بنده های ما از ما سوال کرد ای کجا هست، فا اینی قریب، من از نزدیک هستم. انه سمیع قریب، او شنوا و نزدیک هست. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت الله به تو نزدیک هست. الا ان نصر الله قریب، کمک خدا نزدیک هست. قریب قریب قریب، آیتای قرآن هست. میگه اگر سوال کرد برش بگو که او تنها نمانه، بگو من نزدیک هستم، من در پهلویت هستم. ناراحت نباش، نبی الله هست در کنارت قرار داره، خیلی قوی هستی. اما الله جای دیگه که میگه که اگر نزد تو کسی آمد سوال کردی، یسالونک عن المحیض، اگر در مورد حیض از تو پرسان میکن، قل بگو برش. يسألونك عن الأهلة قل بجبرش، كلمة قل استفادة بشه. يستفتونك في النساء قل بجبرش، در مورد الزنها استفتوا ميخوان. أما در مورد إيك ميجي الله نزديك، إذا سألك عبادي عني، كلمة قل استفادة نميكن كي قلم كرنس، فإني قريب من نزديك استو كي باي قلم مخزايا نشوا بيهم دوز نزديك. إحساس تنهايي نكنم. موسى عليه الصلاة والسلام رب فرعون طرف فرعون، موسی علیه السلام و هارون برادرش که به طرف فرعون روانشان میکنه، اینها یک نوع دلهورگی داشتن در مقابل یک مستکبر، در مقابل یک متکبر، در مقابل یک ظالم مستبد. چه قسم الله برایشان میگه اننی اسمع و اننی معکم اسمع و ارا، من همراه شما هر دو هستم، میشنوم و میبینم، حرکت کن. واصبر فانک باعیننا، ای پیامبر صبر کن، تو زیر دید چشم ما قرار دادی، زیر دید چشم. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. دل تخيل تنكر تسبيح وتشويشنا الله در كنارت است. صفات الله مطالبك توسط صفات ما الله را میشناسه، توسط صفات. فقط یک دو سه صفات شما براتون گفت. در مورد صفات مصور بودن الله که چی زیبا تصویر کرده، در یک باغ داخل میشیم متحیر میشیم که چقدر زیبا هست. خود الله چه قسم زیبا خود.
زیبایی آسمان شما تو رو متحیر میسازه، که آسمان با این زیبایی، آب با این زلال بودنش، اگر رنگ از قسم دیگه می بود چی میکردی؟ رنگ آب سرخ می بود، توانایی خوردن بود؟ رنگ آسمان همیشه سیاه می بود، توانایی زندگی در دنیا بود؟ رنگ آفتاب قسم دیگه می بود، توانایی زندگی بود؟ اما الله متعال زیبا تصویر کرده، تمام میشه ساره موافق دلت تصویرش کرده که میبینی خوشت میاد، خسته هم نمیشی. آب تا به حال کسی از آب خسته نشده که من آب خوشم نمیاد از خود، طبیعی هست، دوستش داری. اگر چشم ما جای دیگه میبود، یک جای دیگه قرار میداشت، دهی جمی بود، یک چشم و یک بالا میبود، چه قسم معلوم میشود؟ اگر این آب رو نمیبود چه قسم معلوم میشود؟ ذات خوب تصویر میکنه، ذات مصور هست. دیگه کتابی که برای ما شما روان کرده که توسط او الله را بشناسم، کتاب دیدنی هست که باید ببینیم. اگر کسی بگه من خوانده نمیتونم، الله میگه ببین، یک کتاب خواندنی بود که باید بخوانی. اگر نمیتونی خوانده، امی هستی، الله برات میگه ببین، چشم برات دادم، ببین، به طرف خود نظر کن یک دفعه، یک دفعه خود را لاعقل ببین. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. برات میگه در سوره ملک هل ترى من فطور، آیده خلقت پروردگار کدام کجیره میبینی؟ کدام کم و کاست را میبینی؟ هل ترى من فطور فرجع البصر، چشمت باز بگردان، یک دفعه باز ببین، خوب دقیق ببین، پس چشمایت ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، چشمایت پس بر میگرده، نمیتونی پیدا کرده خلا در نظام پروردگار. توسط دیدن ما یقین ما قوی میشه. و كذلك نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما ملکوت آسمان ها و زمین به ابراهیم نمایاندن، نشان دادن، و از جمله موقنین شد، یقین حاصل کرد. ببین جمادات چیزهای سخت ابعاد ثلاثه دارن، جمادات، ولی نمو نمی کنن. همین چیزهای سخت فقط ابعاد ثلاثه داره، طرفای سیگانه داره، اما نمو نمی کنن. دمو یک هر جای افتادن، از او پیشتر نباتات هم ابعاد ثلاثه دارن، سه جهت دارن، سه طرف دارن، عمق دارن، و در ضمن نمو هم می کنن. حیوانات ابعاد ثلاثه دارن، نمو هم میکنن، حرکت هم میکنن. انسان ابعاد ثلاثه داره، نمو هم میکنه، حرکت هم میکنه. خصوصیتش چی است؟ تفکر، فکر میکنه. دیدی تفکر در کائنات پروردگار رو که با چی ظرافتی ساخته شده، با چی زیبایی خلقت شده، تصویر شده، با کدام زیبایی؟ از ام دردا در مورد بزرگترین خصوصیت ابو دردا پرسان کرد که بزرگترین خصوصیتش چی هست؟ بزرگترین کار ابو دردا چی هست؟ ابو دردا تفکر و عبرت گرفتن، تفکر کده ی کائنات. اگر لحظه‌ای در وجود خود انسان تفکر بکنه، بس پشت به خدا نمیکنه. در وجود خود، فقط در مورد خود، یک دفعه خود را ببین که تو از نطفه خلق شدی، تو را الله متعال از یک قطره آب خلق کرد. این آب دو چشم داره، دو چشم که به این نصیب کرد، دو گوش، زبان، اعصاب، دستگاه گردش خون، مغز، جگر، قلب، توسط یک نطفه. چه کسی دستور داد به یک چشم که باید ببینه؟ به یک دندان ها که درس داده و یاد داده که این دندان تو نباید با گوشت مانند دیگه استخوان ها پوشیده باشه، تو باید باز باشه. دیگه استخوان ها پوشیده است، فقط دندان ها، و این دندان ها باز هست، تو باید بجوی، وظیفه داره. فقط ده خود یک دفعه خود را ببین، به الله میرسی. یک دفعه طرف خود ببین. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانه های قدرت خود را، الله میگه که در وجود خودتان به خودتان میفهمانید نشانه های قدرت خود را. اگر تو انکار خدا بکنی، یا من خدا را انکار بکنم الاعیاذ بالله، یا یک کسی که به خدا پشت کرده و خدا را انکار بکنه،
چشمش میگه این کار نکن، چشم رو به تو کی داده، این گوش رو به تو کی داده؟ آیا خبر دارین که در گوش ما 10,000 سلول وجود داره که امی باعث میشه که صدا رو صاف میشنوه، بعضی چیزها رو نمیشنوه؟ آیا خبر دارین که قدم برمیداریم باید 200 ماهیچه با هم هماهنگ شد توی قدم برداریم؟ آیا خبر دارین که یک دست خود بلند میکنیم پس پایین میکنیم 50 ماهیچه باید با هم هماهنگ شد تا دست حرکت بکنه؟ در غیر صورت خدا توانایی داره که دست حرکت نکنه. فقط در خود یک دفعه نظر کو به الله میرسی، الله رو میشناسی، در مورد الله معرفت حاصل میکنه. پس ما که دیدیم بعدش تفکر بکنیم. حالا آیت امر که در قرآن کریم میگه که یک جای به طور امر شده که کار رو انجام بده، ما باید چی کنیم در موقعیت باید انجامش بده؟ جایی که نهی شده یک آیت تو رو نهی کرده از یک کار ممنوع قرار داده، منع شده. جایی که از بهشت یاد شده که بهشت است، زیبایی ها داره، حرکت کنیم، سعی کنیم، تلاش کنیم به خاطر رسیدن بهشت. جایی که ما را از جهنم احضار شده ایم، ترسانده شده ایم، از جهنم باید ازش فرار کنیم. جایی که در مورد یک قومی که از عذاب شدند و هلاک شدند یاد میشه در قرآن، ما تو باید عبرت بگیریم. اما هزار آیات در مورد کائنات و خلقت پروردگار آمده، چرا لحظه ای وادار به این نمیشیم که یک لحظه تفکر بکنیم؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. نور ایمان انسان تفکر هست، تفکر کردن یک دفعه در ذات خود، فقط در چشم تفکر به الله میرسی که ایره کدام زیبا ذات خلق کرده با زیبایی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، با بهترین صورت انسان را تقویم کرده. وقتی که الله تو زیبا باشه، الله را توسط کتاب خواندنی بشناسه و توسط کتاب دیدنی ببینیم و تفکر بکنیم، از بین در کنار تو ذات بزرگ باشه. چون او زنده هست نمی میره، او در نهایت او کسی هست، قدیمی هست که ابتدا نداره، که یک زمان نبوده باشه، و یک دائم هست که انتها نداره، که نهایت داشته باشه، دائم الوقت هست. حتی زمان فرا میرسه که یک جبرئیل باقی میمونه، یک اسرافیل باقی میمونه، یک ملک الموت باقی میمونه، یک میکائیل باقی میمونه و یک الله. پنج، یک ذات الله و پنج مخلوق. الله متعال حدیث، مفهوم حدیث هست، الله متعال به ملک الموت دستور میده که ملک الموت کی باقی مونده؟ وفت ملک الموت از بنده تو جبرئیل هست، میکائیل هست، اسرافیل هست و ذات بزرگ خودت هست. گفت جبرئیل روحش را بگیر، از جبرئیل را میگیره. کی مانده؟ باز یاد میکنه که اسرافیل مانده، میکائیل مانده، بندیت همی کلمه را در حدیث آمده، بندیت ملک الموت مانده، ذات بزرگ خودت مانده، الله. اسرافیل را هم میگیر، اسرافیل هم گرفته میشه، همی تو زمزمه میشه، میکائیل هم روحش گرفته میشه. کی باقی مانده؟ یک بندیت ملک الموت مانده و ذات بزرگ خودت الله مانده. میگه روح خودتم بگیر، روح خودم بگیر. کی ماند؟ الله. در نهایت تو میمونه. امی جایی هست که الله متعال باز میگه که لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از کی هست؟ در حدیث پیامبر آمده که پیامبر الله 40 منتظر میمونه، 40 منتظر میمونه. 40 چی؟ 40 ساعت، 40 روز، 40 ماه، 40 سال، 40 میلیون سال. اگر منتظرم بمانه، چون اون وقت نه زمان است، نه مکان است، نه وقت است، نه ارزشم نداره، چون فقط خدا هست. لمن الملک اليوم، کسی نیست که جواب بده. خودش میگه یوم لله الواحد القهار، امروز روزی واحد قهار هست. در کنار او باشه، او به تو ضرورت نداره، تو به او ضرورت داری. نفرمانی ذات بزرگ نکنی. مگاه اوقات دست انفا میگم به دوستای خود، این ذات بزرگ شایستگی نداره که موتو نفرمانی کنه، با موتو بدی نکرده. ما مدیونش هستیم و سخت قرض دار، سخت بنده های ناسپاس و سخت بنده های نفرمان. از این نفرمانی نکنه. ما با یک کوچکی خود با ما هم نمیزه که با یک کوچکی نفرمانی کنه. آسمان اول در مقابل آسمان دوم
مانند یک حلقه است در یک صحرا. آسمان دوم در مقابل آسمان سوم مانند یک حلقه است در یک صحرا. میبینی کوچک شده میره. آسمان سوم در مقابل آسمان چهارم مانند یک حلقه است در یک صحرای بزرگ. ذرات به تلسکوپ هست. آسمان چهارم در مقابل آسمان پنجم، آسمان پنجم در مقابل آسمان ششم، آسمان ششم در مقابل آسمان هفتم، آسمان هفتم در مقابل کرسی پروردگار مانند یک حلقه کوچکی هست در یک صحرا. کرسی پروردگار در مقابل عرش پروردگار مانند یک حدیث پیامبر است، مانند یک حلقه است در یک صحرا. عرش پروردگار در مقابل دست بلاکیف پروردگار مانند یک حلقه است در دست بلاکیف پروردگار. تو چقدر کوچک هستی؟ کجا شده تو؟ علمی انسان میگه که انا ربکم الاعلا، ما پروردگار بزرگ شما هست. همی انسان به خدا را دشنام میده، همی انسان باز در مقابل خدا می ایسته، همی انسان باز در از کمره امنیتی حراس داره، از خود از یالله نمی ترسه. همی انسان هست. تو چقدر کوچک شده؟ کجا شده تو؟ تو کجا هستی؟ در کدام موقعیت هستی؟ شاید تلسکوپ هم تو رو پیدا نکنه. ای الله را یاد کنیم، در کنار الله باشیم. رسول الله یک حدیث را بیان میکنه، میگه آسمان ناله میکنه. رسول الله میگه اطاعت السماء و حق لها ان تعطا. میگه آسمان ناله میکنه و حق داره که ناله بکنه. میگه چرا یا رسول الله؟ میگه در آسمان به اندازه چهار انگشت جای نیست مگر ملک به سجده خود را انداخت. الله را یاد میکنه، جای پا نیست به اندازه چهار انگشت مگرم الله را یاد میکنه. عبدالله بن عمر رضی الله عنه میگه یک روز رسول الله بالای منبر استاد بود، این آیه را میخونه: و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. الله رب حق شناختش نشناخته. و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، تمام زمین در قبضه بلاکیف پروردگار هست. و السماوات مطويات بيمينه، آسمان ها پیچیده در دست خدا هست. و السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يسبح لله ما في السماوات والارض، سبح لله ما في السماوات والارض. عبد الله بن عمر میگه میگه رسول الله بالای منبر استاد بود، گفت امی صفات خدا رو یاد میکرد که الله میگه که انا الملک انا الجبار انا القدوس. گفت ما دیدم که منبر تکان میخورد. گفت به اندازه تکان خورد که ما گفتم رسول الله. عبد الله بن عمر میگه گفت ما گفتم که رسول الله مبادا از بالای منبر پایین بیفته. چوب خشک با گرفتن نام الله تکان میخورم ما قلبتونه. ما یک دفعه در وقت گناه احساس نمیدیم که الله ما رو میبینه. چوب خشک تکان میخوره اما قلب ما رو تونه. در مقابل اشاره سرخ ترافیکی استاد میشم که تصویری ما گرفته نشوه و جریمه نشوه. در مقابل اشاره سرخ که الله برای تعیین کرده که توقف کو استاد شو که گرفته میشه عکس. چرا باور نداره؟ روزی با الله ملاقات میکنه. آخرین سخنای من دیگه تمام میکنم سخن را، عجله نکنم. روزی با الله روبرو میشه، ای الله را میبینه. او زمان نه آفتاب هست که روشنایی بده حرارت بده، نه مهتاب هست که نورانیت بده. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت. ای آفتاب و ای ستاره ها تمامش منکدر میشه، از بین میره، نورانیت نورانی خود از دست میده. خب چی میمانه؟ روشنی از کجا است؟ و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین. توسط نورانیت الله باز ما میبینه و با یه الله روبرو میشه، با هر بنده ملاقات میکنه. با هر بنده ای حدیث یک روز دیگه هم یادآوری کردم، هر بنده رو به خود نزدیک یوت نه در حدیث آمده، به خود نزدیک میسازه، به خود نزدیکش میسازه. در فلان روز همی تو حدیث آمده، در فلان جا او گناه بایادت هست. میگه بنده را در پهلوی خود نزدیک کرده، با صدای بلند نمیگه، خب رسوا بسازه، عادت رسوایی نداره. الله متعال او را نزدیک میسازه. در فلان روز در فلان جا گویا همی تو میگه بایادت هست که از من شرمیدی، گناه را مرتکب شده. بله بایادم هست. تصور کنیم که ای تو حالات ما خیلی هست، خیلی تو حالات داریم، شاید قابل شمارش نباشه. امی گپور الله متعال با بنده خود، فرد بنده با نامش صدا میکنه، فلان بن فلان، فلان پسر فلان، بیا نزدیک.
میگه بنده در دل خود میفهمه که فکر کنم غرق شده. الله متعال خو انه علیم بذات الصدور، از ذات سینه ها، از درون سینه ها خبر داره. میفهمه که بنده در حالت خیلی تزلزل قرار داره. خیر در یه حالت بد قرار داره، تشویش نکن. در دنیا پوشیده مش دیگه میبخشمش. الله را میبینه. با الله ملاقات میکنه. طوری میبینه مانند که ما مهتاب شب چارده را میبینه. مزاحمت وجود نداره. یک صحابی میگه من رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در یک شب مهتابی دیدم. میگه من نفهمیدم که او چهره زیبا است یا او چهره زیبا است، ولی به یقین حاصل کردم که چهره رسول الله درخشان تر از مهتاب بود. چهره رسول الله یک قسم است، او خالق رسول الله چه قسم خالق. یا الله را میبینه، در بهشت ملاقاتش میکنه، به شرطی از این که بای الله باشیم و مسیر الله را تعقیب بکنیم، خوب باشیم بد نباشیم، خلاف الله کار نکنیم. تمام نعمت ها که به بهشتی ها داده میشه انشاءالله جمعه آینده در مورد بهشت صحبت میکنیم انشاءالله. تمام نعمت ها که به بنده ها داده میشه، حتی در حدیث آمده که اطعم اولیائی اشرب اولیائی، بنده های مرا طعام بدن، شراب بدن، نوشیدنی بدن. بعض تمام چیزها رو که میبین از الله از بنده ها پرسان میکرد چیز دیگر باقی مانده. انسان ها حریص است، فکر میکرد که تمام خوبه ها فقط اینمی است. گفت نه، چیزی باقی نمونده. تمام نعمت ها تمام میشه. میگه نمونده باقی. میگه نه، نمونده باقی. با او ملک امر میکنه که پرده ها رو دور کن. پرده ها دور میشه و الله را بنده ها میبینه. اما الله که به خاطرش سجده کرده. اما الله که به خاطرش خوشحال بوده. اما الله که به خاطرش درد کشید. اما اللهی که در مواقعی که به ما و تو درد رسید به خاطرش صبر کردیم. اما الله رو میبینیم. خوشا به حال او کسایی که الله را دارن و بدا به حال او کسایی که به الله پشت کردن. حال فرصت هست، نفس میکشیم، زندگی میکنیم. کسایی هستن که زیر زمین هستن، توانی یک سجده را ندارن. با خود تصمیم میگیریم من بعد که در حد توانی من بعد گناه نمیکنیم. یک قصدن گناه کردن هست، ای خو نشانه ای انسانای خوب نیست. شاید در ذهنش خیلی انسان زشت باشه که قصدن گناه میکنه. یک سهوان است، سهوان رو خدا میبخشه. پیشتر یادآوری کردم، الله بخشنده است، میبخشه. در اخیر گپای من یک چیزی که قابل یادآوری است، وضعیت تمام جهان دگرگون شده، خیلی دگرگون، خیلی خفه کننده و خیلی اذیت کننده. اما در موجودیت خدا قابل تشویش نیست. یک چیزی من به شما میگم، کسایی که صدای ما رو میشنوید، صدای ما رو باز برسانن، هم با خانواده ها، هم کسایی که از طریق لایف میبینن، یک استغفار ملی رو همه ما شما شروع میکنه. استغفار ملی رو میفهمید؟ یعنی همه ما شما اگر خرد هستیم، بزرگ هستیم، در خانه، مرد، زن، یا کسایی که صدای ما رو در لایف میشنوید یا این صدای ما پخش میشه، اینو به اونها برسون که شب روز استغفر الله بگوین. یا استغفر الله، یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه، یا استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه، یا استغفر الله العظیم. اما هر کدامی که آسان میه تو الله متعال برای ما یک رحم بکنه. وضعیت کشور ما شما خیلی دگرگونه است. یک قسم دیگه شده، فضا یک قسم دیگه شده، تجارت ها یک قسم دیگه شده، معاملات یک قسم دیگه. گویا یک حالت دنیا تغییر کرده، اما نه خیر تغییر نکرده، ما تغییر کردیم، ما بد شدیم. پس من بعد یک از این تسبیح ها همیشه شما را میگم، امروز من شما را ما هست یا نیست، این تسبیح همراهتون باشه، قیمتش 30 افغانی است. این قیمتش 30 افغانی است، قدر نیست. همراهتون باشه، هر کس نمیبینه که در جیبتون، در داخل کیسه‌تون باشه، توسط چیز استغفار کردن میتونه. روزانه به هزارها دفعه کردن میتونه استغفار. نوح علیه السلام به پیروای خود دستور میده که شما استغفار بگویید. واستغفروا ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. یک روز نمرد استغفار گپ بده. و آخرین گپی که باید قابل یادآوری هست، یکی از دوستا تقاضا کردن که همگی یک درود بگوین. و در اخیر دو روز هم دو جمعه برای شما، از شما یک تشکری خیلی گرم کردیم و تشکری از شما میکنیم و شما سپاسگزاری از الله بکنیم، بخاطر از اینکه در بین قدر جوانا شما را انتخاب کرده، شما انتخاب شدید که دیگه بین دیگه هوای سر این دیگه گلچین میشه. از یک باغ یک گل زیبا را که از گلچین میکنه، هر گل نه،
هر گل لیاقتی از زیر نداره که باید بوی شود. یکی را گلچین میکنه میگه هم زیباییش خوشت میاد هم بویش خوشت میاد. الله متعال در بین بنده ها او کسایی که معذور است در جایش، اما او کسایی که نداشتن عذر رسیدگی نتونستن، به الله متعال یک از الله متعال یک بخشش بخوان، اما از الله متعال شما سپاسگزاری بکنه. ما از الله سپاسگزار هستیم، از شما هم سپاسگزاری میکنه. جمعه های بعدی، روزهای بعدی، روز پنجشنبه بعدی دوستایتون با خودش دعوت بکنن تا الله را بیشتر از پیش بشناسن و کمتر از گذشته ما یعنی در گناه خود کمی بریم و گناه خود را کم کنیم و فرمانبرداری از الله متعال را ما بیشتر بسازیم. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده، خطای گفتاری لفظی و خطای علمی را به بزرگواریتون عفو بکنیم. یک دعا میکنیم بعد از باز میریم. آمین. الحمد لله رب العالمین و العاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر والكفر، ونعوذ بك من السمعة والرياء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة النساء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إي پروردگارا ما دستای خود را به طرف تو بلند کردیم ای پروردگارا. دستای ما و بدون سرمایه هست، ما کدام سرمایه نداریم، سرمایه ما همه دستای خالی ما هست. ای پروردگارا ما را ببخش، بالای ما رحم کن پروردگارا. ما به ما حق شناختی که باید تو را میشناختیم نشناختیم ای پروردگارا. خدای ما را بالای ما رحم کن، ما را ببخش. هر کسی که در این جمع حضور دارن یا کسایی که صدای ما را میشنون یا از ما تقاضای دعا کردن، خواهر و برادر، هر مشکلی که دارن ای پروردگار مشکلشان را حل بساز ای پروردگار. اگر مریض دارن خدای مریضایشان شفای عاجل و کامل نصیب بگردان. خدای اگر قرضدار هستن اونها را از قرضداری خلاص بکن ای پروردگار. خدای دای جم شاید کسایی باشه که یک آرزوی در دل خود داشته باشه، یا کسایی که صدای ما را میشنون آرزوی در دل خود داشته باشن ای پروردگار، که به کسی گفته نمیتونن جز خودت ای پروردگار، اما آرزویش برآورده بساز ای پروردگار. خدای تو قوی هستی، ما ضعیف هستیم پروردگارا. تو بخشنده هستی و ما ناسپاس هستیم پروردگارا. ما را به بزرگواری تفکای پروردگارا. خدای به طرف بدی های ما نظر نکو، به طرف خوبی خود نظر کن. ما خیلی بد هستیم ای الله، ما خیلی ناسپاس هستیم ای الله. پروردگار ما را عفو بکن. خدای هر دعایی که اینجا کسایی هستن که دعا میخواهند که ضرورت به او دعا هست، خدای او دعا نشده، خدای ما دعا را در حق ما قبول بگردان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. دركت اشراق بندازه عمره ثواب داره. کسایی که حاضریشون گرفته میشه